امروز در اخبار بین الملل، وزارت خارجه آمریکا دیروز اعلام کرد که هنوز نمیتواند دستگیری 3 آمریکایی در ایران را که گزارش شده از مرز ایران و عراق در شمال عراق عبور کردند رسما تایید کند. رابرت وود، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت که سفیر سوئیس در تهران که حافظ منافع ایالات متحده در ایران است، درباره این دستگیری‌ها از وزارت خارجه ایران پرسش کرده اما نتوانسته از اطلاعات بیشتری کسب کند. طبق گزارش‌ها این 3 تن روز جمعه در جریان گردشی در شمال عراق از مرز عبور کردند. گفته می‌شود مرز ایران و عراق در آن منطقه خوب علامت‌گذاری نشده است. در این میان روز گذشته در بیانیه‌ای از سوی سفارت ایران در اندونزی اعلام شد که 3 آمریکایی در ایران به علت ورود غیرقانونی بازداشت شدند، اما ادعا شده است که آنها عمدن وارد خاک ایران شدند. در این بیانیه همچنین هویت 3 آمریکایی شن باور، جاشوا فتال و سارا شورد اعلام شده و گفته شده است که این افراد گزارشگر بودند و قصد اقامت غیرقانونی در ایران را داشتند. سوئد که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، امروز اعدام دست جمعی 24 تن در ایران را که هفته پیش به اتهام قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند محکوم کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است ریاست اتحادیه اروپا اعدام 24 نفر در شهر کرج ایران را محکوم می‌کند. در این بیانیه گفته شده است که ریاست اتحادیه اروپا درباره تداوم استفاده وسیع از مجازات مرگ، از جمله وقوع مکرر اعدام‌های دست جمعی در ماه گذشته، نگران است. اعدام دست جمعی در کرج دومین مورد از چنین اعدام‌هایی در مدت نزدیک به 1 ماه در همین زندان است، جایی که حکومت ایران در روز 4 ژوئیه 20 نفر دیگر را به جرم قاچاق مواد مخدر به دار آویخت. نروژ دیروز سفیر ایران در آن کشور را برای ابراز نگرانی‌های خود نسبت به وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات مناقشه برانگیز ژوئن احضار کرد. یوناس گاه شتوره، وزیر خارجه نروژ، در بیانیه عنوان کرد نروژ نگرانی خود را نسبت به وضعیت تظاهرکنندگان، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر که در ایران زندانی هستند ابراز می‌کند. شتوره خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد و گفت گزارش‌ها در مورد اعمال شکنجه علیه آنها مشخصاً جدی است. نروژ از ایران خواست تا اجازه دهد فرستاده ویژه سازمان ملل از آن کشور دیدار کند و وضعیت حقوق بشر را در آنجا مورد بررسی قرار دهد. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com